چرا کمربند نبستی؟ جان، سرمان، یه لحظه ننویس. نوکرم. چرا کمربند نبستی؟ مخلص شما، ننویسید لطفا، ممنونم، ببخشید. گواهی نامه لطفا. ننویس، جناب سرهنگ ننویس. ننویس جناب سرهنگ، این مشکلی به جون مادرت ننویس جناب سرهنگ. قسم نده آقا. من نوکرتم، یه مشکلی پیش اومده، خواهش میکنم اینه نیرسه ننیمیست. من مادر بزرگم فوت کرده. شما مادر بزرگتون فوت میکنه قرمز میپوشید؟ بله، من ما فامیلامون که فوت میکنن قرمز میپوشیم، نزدیکانمون فوت میکنن قرمز میپوشیم، هرچی نزدیکتر قرمزتر میپوشیم. خجالت بکشا. ببخشید شوخی کردم ننیست، مادرم فوت کرده، نه اینکه مادر بزرگم حق مادری گردن ما داشت، من این دوتا رو قاطی میکنم. واسه 30,000 تومان؟ بله. یه لحظه ننیمیسیم ببخش سرما، یه لحظه ننیمیسیم. من مجبورم به شما واقعیت چی بگم؟ من بگم نسبتمو بگم خدمت. بگو. من پسر خاله رئیس پلیس تهرانم، به جون مادرم
دیشب برنامه در شهر رو نگاه میکردین، رئیس پلیس تهران مصاحبه میکرد، یکی اون پشت وایستاده بود، محمودم لبخند میزد، خوشم این نگاه میکرد این کیه اینجا وایستاده، پسر خالش بوده دیگه. واسه ما هیچ فرقی نمیکنه. یه لحظه چون مادرت ننیمسی هست. من دیگه راستشو بگم یه چیکار خسته نباشید، من مأمور مخفی هستم، پلیس مخفی هستم، خسته نباشید همکار، مجبور شدم به خاطر این کار شما از مخفی بودن در بیام. چطوری؟ دستت بکش. فرمانده چطور؟ نه چون مادر یه نتن ننیمس، خواهش میکنم ننیمس ببخشید، ننیمس من یه چیزی رو بگم خدمتتون واقعیت قول میدین ترتیب اثر بدین. بگو. من باردارم جناب سرهنگ. یاس دستتونو بزن. لگت میزنه به دست دوخته. جمسن ننویس. جونم نن بابا خدا آدم مرد باردارو جریمه میکنن. ننویسین آخه خجالت بکش. آقا جمسن یه نگاه به قیافه من بکنین اصلا. من آدم نیستم. من شامپانزه ام. من همین هفته پیش تو باغ وحش بودم واسه موز مینداختن علای نردا تو. پفک میدادن میخوردن. بادوم هندی جمسن بابا خب شامپانزه رو جریمه میکنن. بله خودم هستم. چی شد؟ اولش موفقیت‌آمیز بود؟ هنوز چی معلوم نیست. کبد به کل از کار افتاده. این آمپولی که اینجا نوشتم باید تهیه کنیم بیاد. چشم. داروخونه بیمارستان دارن؟ بله داره. یه مدل آلمانی 68 میلیون تومان. یه مدل کامبوجیش هم هست 7800 تومان. فرقشون چیه؟ آلمانیش کبد مثل روز اولش رام میندازه. کامبوجیش هم رام میندازه. فقط 48 ساعت بعد کبد به همراه کلیه دستگاه گوارش دفع میشه. نه خب هم خوبه رو بذارید. یه پلاتین هم لازمه برای شکستگی ساق پاشون. ایتالیایی 65 میلیون تومن. از تیمار شرقی هم یه دونه آوردیم 20000 تومن. خب همون تیمار شرقی رو بدین. خوبه؟ خوبه. فقط بعد از یه ماه سر ساق پا رو جر میده میزنه بیرون، باید براشون تعویض بشه. اذیت میشه اونطوری. خوبه رو بذارید. باشه. الان خون از همه مهمتره، باید براشون خون تهیه کنین. یه مدل مرغوب شفاف داخلیش هست، کیسه 700000 تومان. یه دبه ایش هم هست از چین آوردیم، اون براتون هزینه ای نداره. اونم شفافه؟ نه اون به سبز لجنی میزنه. نه خوبه رو بذارین، فقط پولم کمه، بعد زنگ بزنم برام بیارن. قرنیه یکی از چشماشون آسیب خورده، نوع سوئیسیش هست 7 میلیون تومان. یه دونه هم از جمهوری چچنی براشون میتونیم بذاریم 20000 تومان. اینو دیگه چچنی بذاریم واسم نمیرسه. مسئله نیست، فقط وقتی این قرنیه چچنی ها رو میذاریم مریض به ترس مرموزی بعد از 2 هفته فوت میکنه. برای اون موقع تابوت نقره‌ای میخواین یا چوبی؟ یه چیزی بذاریم 500-600 تومن بیشتر خرج نداشته باشه. ندارم. یه جوب بزرگم هست پشت بیمارستان، میتونیم وقتی مرد بندازیمش تو جوب، اون براتون 50000 تومن بیشتر آب نمیخوره. آبش روونه؟ اگه بارندگی خوب باشه بله میشوره میبردش. 50000 تومنی یاره مرقوم بفرمید. چشم. پس من خیالم راحت باشه دیگه. بله ما تمام سعیمونو میکنیم. Thank you.
سلام عزیزم. سلام به شما. خسته نباشید. جانم خواهش میکنم. شما مسئول استعدادیابی هستین؟ بله عزیزم. منو بیابید اگه میشه. خب باشه حتما. چی شد که مؤسسه ما رو انتخاب کردی؟ من تو خونه نشسته بودم ژاپنی میشکستم، بعد مامان اومد یهو گفت پاشو برو یه چیزی بشو. منم اومدم اینجا خدمت شما که یه چیزی بشم. بله. دقیقاً میخوای چه چیزی بشی؟ به نام خدا خواننده. خب چرا خوانندگی رو انتخاب کردی؟ خوبه دیگه، معروف میشم. بعد مردم منو با انگشت نشون میدن به هم دیگه، میگن این خواننده است. بلیط‌های کنسرت هم برام رایگان در میاد. بعد فکر میکنی شرایطش رو داری؟ بله بله کاملاً. من چند تا پسر خاله و دختر خاله دارم، اینا میان پشت سرم وول میخورن. یه پیرن سفیدم دارم، بنجوق دوزی شده است، اینو هر وقت میپوشم همه باهاش حال میکنن. موهام هم میتونم سیخ کنم. خیلی خوب. خب اینایی که گفتی که کافی نیست، دیگه چی؟ نه من به ابروهام دست نمیزنم، ببخشید شرمنده، نمیزنم. مردی گفت. صدا چی؟ صدا داری؟ صدا بله، با تشکر از شما. من یه 3-4 تا صدا دارم. یه صدای پروپیمون دارم که با رفقا حرف میزنم. یه صدای شیک و مجلسی دارم که باهاش میرم مهمونی. بعد یه صدای محزونم دارم خیلی شله. با اون با خانوما حرف میزنم. بعد تو دستگاه میخونی؟ نه من تو ماشین میخونم. بعضی شما نباشه تو حموم میخونم. خیلی خوب عزیزم. شما با نوت آشنایی داری؟ نه نمیشناسم بشون، ببخش. گام میدونی چیه؟ گام اون که بر میدارن؟ نه. ها اون که بر نمیدارن؟ ضرب چی؟ ریتم، تمپو. وای خیلی زیاد. من اینا رو اگه میدونستم که نمیدونم پیش شما که میرفتم، خودم میرفتم. خب میخوای یه کوچولو برامون بخونی؟ بله با تشکر از شما و حضار عزیز. امشب شبشه لیپک لیلی لونه. یه سبک دیگه هم میتونی بخونی؟ بله یه سبک دیگه. امشب که گذشت فردا رو بچسب. الان خوندی؟ بله یه سبک دیگه بود. چیز دیگه ای هم میخوای ولش کن؟ نه یه سبک دیگه هم دارم، اون خیلی بورسه الان. بگو حتما خوشتون میاد. بگو. اینجا تهرونه، یعنی شهری که بله. خب میخوای برگردیم برین تخمه ها رو بشکنین منزل؟ اگه اجازه بدین یه سبک دیگه هم دارم، اونم بخونم. اون خیلی به مادر خیلی سلام برسون. برس. اگه پس راسته که میگن همه جا پارتی بازی ها، شما آشنای خود. درم ببند. چشم، درم میبنده. فقط اگه اجازه بدین یه فرصت دیگه به من بدین بیام خیلی خوشحال میشم. باش حالا توی فرصتی هماهنگ میکنم بیا، تو لیست مینویسیم بیا. باش قربونت.
درود بر شما. دکتر امیرارسلان درفشی هستم، متخصص مجاری ادراری، مجاری تنفسی، مجاری عروقی و مجاری جاری از مجارستان. این روزها هموطنان من به من زنگ میزنن، به من ایمیل میدن، برام عکس میزنن، عکس میفرستن، فیلم میفرستن، برام وایبر میکنن، برام بیسفون میکنن، چه جوکهایی، چه فیلمهایی، چه چیزایی. بعضیا حضوری میان پیشم میرن، بعضیا حضوری میان پیشم دیگه نمیرن. یک نکته جالبی بگم. شما میدونید همه از چی مینالن؟ از آب ایران، از آلودگی آب، از کمبود آب، از کمبود منابع زیرزمینی مینالن. همه کلیه ها سنگساز، همه مجاری ها عفونی، همه ادرار ها با سوزش، جنایتکارها، تمام مجاری مردم سرزمین من مسدوده. توف به لوله کشیاتون، توف به اون گلوییاتون، توف به شیرفلکهاتون. دکتر امیرارسلان درفشی هستم، متخصص مجاری. بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوب هستین؟ عزیزم وقت من رو با چاخ سلامتی نگیر، گرفتگی هات رو بگو، نسخت رو بدم، وقت مجاری مردم رو نگیر. آقای دکتر من پدرم سنگ کلیه داره، چند بار عمل کردیم ولی نتیجه نگرفتیم، چه خاکی سرمون بریزیم؟ نخورید آقا، آب رژیم رو نخورید. اینها تمام آبهاشون آلوده است، تمام منابع زیرزمینیشون آلوده است، تمام لوله کشی هاشون زنگ زده است. فقط آب معدنی، آب معدنی، آب معدنی کامران، آب معدنی کامران از بهترین چشمه های LA. این ها آب معدنی های خیلی خوبی هن، هم شستشو میدن، بعد اینا باز کننده دارن، تمام لوله ها رو باز میکنن، تمام مجاری رو باز میکنن. این چیزی که این زیر هست، این زیر میره، شماره تلفن ها و این هاست برای تماس برای این آب معدنی کامران. دکتر درفشی هستم، بفرمایید. آی دکتر من سنگ کیسه صفرا دارم، سنگ درشت بوده، مجاری سیستم گوارشمو مسدود کرده. آب بخور عزیزم. بله دو تا بطری یه جا سر کشیدم، سنگ حرکت کرده ولی رفته یکم پایین‌تر گیر کرده. خب نه نه دیگه آب نخور. ببین این سنگ الان رفته زیر پل کبد گیر کرده. شما با یک جسم سخت باید ضربه وارد کنی به اون نقطه. با چی؟ ببینید من اینجا میگم اسپانسر خوب برنامه، کفش سوسن دو، یه سری کفش هست، اینا جیر هست. ببین شما این فرض کن که این کبدته، خب کنار مثانه قرار گرفته کبد، شما این رو یه ذره نیمخم میکنی میزنی کنار این سنگ، به مرور میاد بیرون. بعد این کفش ها انعطاف داره در رنگ های مختلف، برای سنین مختلف هم خوب هست. کفش سوسن دو، شماره هاش این زیر میره، شما میتونید یادداشت کنید و تماس بگیرید با اسپانسر خوب برنامه. دکتر هستم، بفرمایید. مجاریه. آقای دکتر پدرم همه مجراهاش بسته شده، دیگه نه دارو بهش افاقه میکنه، نه عمل جراحی، نه هیچیه دیگه. پدرم مف مف داره دستم میره، یه کاری برای مجراهاش بکنه. پدر چند سالشه؟ 98. خب اون دیگه لوله هاش پوسیده است، اونو باید فنر بزنن. حالا صحبت از سالمندان شد، یک اسپانسر دیگه ما در برنامه داریم که سوند، لوله سوند و سرم، این تلفن هاش زیر برنامه میره. این سوند خیلی ارزان قیمت هست، خیلی مقاوم هست و بشور و وصل کنه، یعنی همین بشور و وصل کن، بشور و سالها هیچیش نمیشه. این در واقع براتون فرستاده میشه رایگان، نصبش هم رایگانه. این رو تلفن‌هاش زیر برنامه میره، سوزنش هم هست. دکتر ارسلان درفشی هستم، بفرمایید. آقای دکتر من مجرای هر دو گوشم گرفته، گوش چپ 50%، گوش راست که کلن نمیشنوه، دارو چی مصرف کنم؟ دارو نمیخواد خانم. ببین روزی سه بار با گوش چپت، خوب دقت کن، روزی سه بار با گوش چپت دلم شیشه دلت سنگه واسه سنگه دلم تنگه، اینو گوش میدی، و با گوش راستت تو یه کوهی و من ذره، تو دنیایی و من بره، یا
تو یه گرگی و من بر رگ اشتباه نکنم، کلن گوشتون یه سره میشه. ضمناً برگ، حالا صحبت این آهنگ و این چیزا شد، برگزاری مجالس اکبرپور، این زیر الان زیر نویس میشه تلفن هاشو یادداشت کنید، با 20 سال سابقه، بهترین گروه موسیقی، دی جی و سه نوع غذا که 60% جوجه است، این رو دقت کنید. تلفن هاش این زیر میره و میتونید که استفاده بهتر بکنید. ما چون وقت نداریم تلفن آخر رو میگیریم. روی ایر هستید، بفرمایید. آقای دکتر، من میخوام پاسپورت بگیرم برم آمریکا. میخواستم ببینم از چه مجاری باید اقدام کنم. ببین عزیزم، از مجاری قانونی باید اقدام کنی، بعد میافتی تو مجاری اداری، بعد میافتی تو مجاری مهاجرت و بعد مجاری اقامت. برای سهولت در این کار سرکار خانم دکتر آزاده دلیر، در واقع کارشناس و متخصص امور مهاجرت ما هستند، که یک دفتر در دبی دارن و کارهای شما رو به سرعت انجام میدن. تلفن هاشون این زیر داره زیر نویس میشه. خیلی ممنون، بفرمایید. خیلی ممنونم، وقت ما تمام هست، از اینکه به برنامه ما دقت کردید. یک سری اسپانسر دیگه هم بودن که من دیگه فرصت نشد که در واقع محصولات اونها رو معرفی کنم. تا برنامه دیگر، مجراهاتان پایدار، مسانهاتان استوار، دیگر بدرود. مشتاق دیدارتون هم بودیم. بله. یه امر خیر بود گفتیم مزاحمتون بشیم. ولی چقدر تو زحمت افتادیم. به خدا راضی نبودیم. ما خیلی خاکی هستیم. نه بابا نفرمایید. ما مثل خودتونیم. خاکیم. همین جوریم. راحت بشیم. بفرمایید. خواهش میکنم. با اجازه شما. بفرمایید. من توی زندگی همیشه اعتقاد دارم که هیچی بهتر از صداقت نیست. من و همسرم همیشه صادق بودیم، هم با بچه‌هامون هم با اطرافیان. اینکه چه بهتر الان زودتر بریم سر اصل مطلب، متوجه بشیم کدوم خانواده چی داره، کی چی نداره. هیچی به هیچی، ما هیچی نداره. بله، به سلامتی. بفهمید. خواهش می‌کنم. خواهش. راستش کارت پایان خدمت برای ما خیلی مهمه. درسته. آقازادتون کارت پایان خدمت رو دارن یا نه؟ نه نه دیگه، نه کارت پایان خدمت، نه گواهی نامه، نه بیمه، هیچ کدوم رو نداره. فقط دختر شما رو خیلی دوست داره. خب ایرادی نداره، دوست داره ازدواج کنه، جوونه. ایرادی نداره، این روزا همه سربازی رو میخرن. بله اتفاقا میخواست بخره، ولی با کدوم پول؟ این شد که نخرید دیگه، نتونست. ببینم دانشگاه که رفته؟ نه نه دیگه نرفته، چون میخواست کنکور شرکت کنه، پول نداشت. بله پول نداشت، این شد که نتونست دفترچه بخره. شما که غریبه نیستین، هیچی بهتر از صداقت نیست. پول نداشت تمر بگیره، به چسبونه رو پاکت بفرسته ثبت نام دانشگاه. بله بله. خب حالا همی که نباید درس بخونه. درسته. شغلشون چیه خانم؟ شغلش، من هیچی بهتر از صداقت نیست. بذارین من همین اولش بگم، هیچ شغلی نداره، هیچ افق نگاهی هم نداشته. یعنی از قبل به آیندهش هم فکر نمیکرد. پسر من هیچ وقت هم فکر نکرده، به هیچی هم علاقه نداره، هیچی به هیچی، اصلا هیچی نیست. خب پس وضع مالیتون باید خیلی خوب باشه که نه کار داره نه دانشگاه رفته. نه اصلا نه، من هیچی بهتر از صداقت نیست خدمتتون بگم. نه ما پول نداریم، هیچی. منم
مثل پسرم هیچ افقی نداشتم و هیچ آینده‌ای، نگاه به آینده و علاقه‌ای به هیچ شغلی هم نداشتم. چی بهتر از صداقت؟ هیچی به هیچ. اصلا رو پای خودش وایسته. بله، می‌خواستیم رو پای خودش وایسته پسرم، بهش هیچی ندادم، اونم که نمیتونه واسته. یعنی نتونستن رو پای خودشون بایستن؟ نه، هیچی بهتر از صداقت نیست. نه، اصلا پا نداره پسر. ما تکیهش میدیم به دیوار که آفتاب بخوره صبح دم پنجره. هیچی نداره. خب هرچی، ما مهریه سنگی میذاریم. خب خودتون رو سبک میکنین. نه که هیچی نداره، بعدا نمیتونه بده، شما دستتون به هیچ جا برمیست. هیچی هم بهتر از صداقت نیست. ما آدرس مشخصی هم نداریم که شما بخواین دنبال مهریه باشین. دوتا جوونن، هیچی به هیچی. عجب بابا، آخه هیچی به هیچی هم که نمیشه. آخه ببینید، خرید عروسی، حلقه، کچنبار، آینه شمدون، هیچی. نگیری یا گردن نگیر. نه نداریم، من هیچی ندارم. شما جیبای منم بگردین، هیچی به هیچی. ما کلن هیچی نداریم. ای بابا چیه اصلا؟ من ازتون عذر میخوام، ولی خب این تنها کاریه که از دست من ساخته. دست شما درد نکنه، واقعا ممنونم. این ظرف میوه‌ام قابلتون رو نداره. خیلی متشکرم، واقعا لطف کردید. بس هر وقت که نوبت دختر بعدیتون شد، وقت ازدواج شد، یه خبر به ما بدین، خدمتتون هستیم. بله، چشم. خبری نیست، تماس میگیریم. بله، تماس. اون شماره‌ای که از ما دارین، صادقانه عرض کنم خدمتتون، تلفن همسایه بالاییمونه. شما زنگ بزنین بگین با خانواده موچت پور کار دارم، ما رو صدا میکنن. ما تا این هفته تو زیر زمین هستیم، از هفته دیگه هم یا سر کوچه ایم یا جلوی در میشینیم، خبرمون کنیم. گلو میخواین؟ نه بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. با اجازهتون. خیلی ممنون، لطف کردید. خیلی خوش آمد. بیا بیا. خیلی خوش آمد. می‌خواستم واسه دبی. اینم پاسپورت و مدارکم. خانم ساعت 8:30 صبح، هنوز ما کامپیوترمون بالا نیومده. ولی باشه، چشم. چند روزه براتون صادر کنم؟ فقط برای پنجشنبه شب می‌خوام. دوستام سورپرایزم کردن، قراره بریم کنسرت. پینک فلوید. نه، من هر کنسرتی رو نمیرم، پیت بال. خیلی دنبال یه خواننده‌ای بودم که چشم و دل پاک باشه، خانواده دار باشه، که پیت بال رو پیدا کردم. بعد شنیدم از زنش جدا شده، روحیش خوب نیست. گفتم حضور ما حتما میتونه حالش رو بهتر کنه. بله، بسیار عالی، خوش بگذره. بدید. متشکرم. فقط بلیت کنسرت روی تورتون هست دیگه یا اون جداست؟ نه دیگه، رو تور ما که نیست، ولی اگه بخواید میتونم بگم اونجا براتون تهیه کنم. خیلی لطف میکنید، حتما این کارو بکنید. فقط تاکید کنید که حتما ردیف جلو باشه. ای خانم، ردیف جلو خیلی گرونه ها. اهمیتی نداره، بس من اصلا پولش مهم نیست، برای من ارتباط چشمیش مهمه. میدونید چشمای من هم غم داره هم سگ داره. خب به همین دلیل اگر باش ارتباط چشمی داشته باشم، موسیقیش بیشتر روم تاثیر میذاره. بسیار خوب، میسپارم براتون بگیرم. خیلی ممنون. فقط لباس کنسرت رو تورتونه یا اون جداست؟ نه دیگه، لباس که رو تور نیست، اونجا یه سری مغازه هایی هست، کارشون لباس فروشیه. ببینید، لباس که من میخوام خیلی لباس خاصیه، از این لباسایی که دنباله داره، لباس سیندرلا کشیده میشه، از اونا میخواستم اگه بشه.
من دیگه نمیدونم اونو باید برین خودتون تهیه بکنین دیگه، ولی خیلی قشنگه اینی که میفرمایی مبارک. یه چیز دیگه، تعداد بادیگاردا چطور؟ اون رو تور هست اطلاعاتش؟ بادیگاردای پیت بول؟ بله، بادیگاردای پیت بول. نه دیگه اونو که دیگه ما خبر نداریم، اونو برای چی لازم دارین؟ برای اینکه وقتی میخواد Every night in my dreams I see you, I feel you رو بخونه و دستش رو به طرف جمعیت دراز کرده، من دستش رو بگیرم و منو بکشه بالا، بادیگاردا رو بزنم کنار. ببخشید شما میخواد برید رو استیج؟ بله میخوام برم رو استیج، میخوام ببینم که چه شناختی از جوانای ایرانی داره، چقدر جوانای ایرانی رو میشناسه. بعد به هر حال یه ته صدایی هم دارم، میخوام باش همخوانی کنم. شما میخواین با پیت بول بخونین؟ بله، فقط میخوام که اون خودش من رو انتخاب کنه بین تمام دخترای فرانسوی، چاینیز و غیره و غیره. میخوام بگم که دختر ایرانی میتونه پیشرفت کنه. البته یه ذره سخته چون میدونیم پیت بول خیلی طرفدار داره. بعدش میخواستم ببینم که عکاس و خبرنگار هم هست رو تور، چون واقعا میخوام این تصویر ثبت بشه و همه دنیا این رو ببینه. نه رو تور ما عکاس نداریم، ولی خب تو کنسرت طبیعتاً فت و فراوونه دیگه عکاس و فیلمبردار. ولی جسارتاً یه سوال، فکر نمی‌کنید این رفتار در شأن دختر ایرانی نیست؟ اگه شما فکر میکنید که من میخوام برم رو سن که از گردن پیت بول آویزون شم، این شمایید که فکر میکنید من میخوام برم رو سن که از گردن پیت بول آویزون شم. نه 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 جسارت نشه، میدونید من فقط دقیقا نمیدونم اصل هدف شما چیه. هدف من اینه، من میخوام با وقارت تمام و خالصیت جهان ایرانی بودنمو به کل دنیا نشون بدم. بله موفق باشی. متشکرم. پر بفرمایید. جانم معذرت میخوام، جانم بفرمایید. خسته نباشید. سلام. در خدمتم. خدمتتون عرض کنم که ما تازه ازدواج کردیم. خیلی ممنون. بعد گفتیم که اگه خدا بخواد برای اول زندگیمون یه پیج نقلی بخریم. آ مدارکتون تکمیل واسه کی میخواین؟ ما یه ماه دیگه عروسیمونه. شما تحصیلات دارید؟ تحصیلاتتون چیه؟ بله بله من کوچیکی شما مهندس شیمی ام. دارم این چیزایی الان نمیدونم با شرایطتون جور باشه یا نه. انتهای کبوتر اسم پیجه. تای کبوتر. یا انتهای کبوتر. انتهای کبوتر از جملات روی جملات صادق هدایت و کافکا و نیچه و اینجور جملات فلسفی و اینا کار میکنه، جملاتی مثل در زندگی روحهایی هست که زندگی را میخورد و اینا، فیلمای هیچکاک و نمیتونم وحشتناک و از اینجور چیز. خیلی پیج سنگین و با کلاسی کلی میتونید باش پوز بدین. عرضم به خدمتتون که یه کمپین هم این اواخر راه انداخته در مورد یه بچه آفریقایی ترکونده قشنگ. بچه رو چیکار داره بترکونه؟ تازه مجازی رو خواهیم ترکونه. بعد قیمتش چنده؟ 14 میلیون باست شما. من الان دیگه میتونم یه تا 11 و اینا هم تمومش کنم. 14 نه نه یه مقدار زیادم که ما تازه ازدواج کردیم و اینا. وسط کبوتر عالیه. وسط کبوتر عالیه. انتهای کبوتر اسمشه. اسم یه پیج دیگه وسط کبوتر. اینم روی جملات کوروش کبیر و لورکا و اینا کار میکنه. واسه مهمونی هم خیلی مناسبه، خیلی عالیه واسه مهمونی. چون میتونی تو مهمونی ها پوز بدیم با این پیج. در مورد دمنوشا و خواص این چیز داروهای گیاهی و اینا صحبت میکنه. آخرین پستش هم یه جمله بسیار زیبا بوده که میگه با تو که حرف میزنم صدامو صاف میکنم. سلامو صاف میکنم کوروش. شما کجا شنیدید؟ خیلی معروفه. نشیده بودم حالا من بر نخورده بودم به اینجور. 100 تا لایک خورده، هفته ای هم 3 تا چالش میذاره. اگه میخوای من با 7 میلیون میتونم تمومش کنم براتون. 7 تومن. 7 تومن آخرشه دیگه. خوبه دیگه.
نه زیاده. بله ذره پایین‌تر چیزی داره. پایین‌تر نیم کلاچ. نیم کلاچ. نیم کلاچ. در مورد مکانیکی و اینا نیست. اسمش همینجوری نیم کلاچ اسم با کلاسیه. عرضم به خدمتتون که من این پیج رو دیدم. فضاش گل و بلبل و اینا وسط این گل و بلبل و اینا چیز داره. این لالوها جوک و اینا جوک و اینا داره، لطیفه و اینا داره. تو کار بچه هست. این بچه‌هایی که میخندن. فضاش مفرخی وزین و اینا نیست. فضای شادی داره این پیج. عرضم به خدمت که آخرین پستش جمله رو ببین. چیه؟ جمله رو ببین. جمله چیه؟ فقط برای جمله بخرینش. یک دنده نباش، دنده یک باش ولی سنگین. قشنگ گفته. بله خیلی. قیمتش هم که ارزه دو تومن، دو میلیون. دو تومن. جمله خودش 3 میلیون میارزه. آره. چیکار کنیم؟ نه، یه بودو پایین‌تر. ما چون اول زندگی بود. اصلا یه چیزی اگه پایین‌تر دارین بگین. با کمر بپر رو لایک. چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ اسم پیج ما کنه گفته کاری آخری اسمش هست با کمر به پر رو لایک اسم رو ببین. ارزم به خدمتتون که روی لطیفه های خانم بهنوش بختیاری کار میکنه. آخرین پستش هم این بوده اگه واسه 1 ساعت جای حسین بادام اگه بودی چیکار میکردی؟ بعد تصاویر رامین ناصر نصیر بازیگره رو میذاره لایک که بزنی چشمک میزنه، خب کامنت که بذاری میخنده. خیلی عالی. قیمت چنده؟ 50,000 تومان. 50,000 تومان با یه بلیت رفت و برگشت مترو همینجوری میده واسه خود. عالیه. همینو میخوام. همینو میخوام. همینو میخوام. بده شناسنامه رو. سلام عزیزم، چی شده؟ چی شده؟ بچم کو؟ بچم کدوم بیمار استخوردی؟ نه بچی شو؟ تصادف کردی؟ رفتی بیرون تصادف کردی؟ فدای سرت ماشین نه اداره رئیست به ورود و خروجت گیر داده؟ نه مهمونی دیشب کسی حرف زده ولش کن نمیریم دیگه قاطیشون هستن. نه بابای من مامان تاری شده. مامان من آره کریم نه ما جون جلو واد ما گل بچه سخ جون من نمیدونم چی باید بگم. این دوتا بیشعور دماشون آوردن جلو زن باردار بچه ای که 8 ماه شده بود و کشتن. من گل چرا نبردن دماشون رو یه جای دیگه؟ فاطمه گل فاطمه گل بچه یه فاطمه گل افتاد. چرا فاطمه گل بچه فاطمه گل. Thank you.
آی مدید، تیم شما تا الان یه امتیاز بیشتر نگرفته، اونم تیم مقابل ترک زمین کرد که مساوی کردیم. این بازی هم که هیچی، 34 هیچ باختیم. تحلیلتون چیه از این وضعیت؟ ای زمین، اتفاق تو تمام تیمای بزرگ فوتبال دنیا میفته. داور دقیقه 24 یه پنالتی مسلم از بازیکن ما نگرفت که رو بازیکن ما انجام شده بود نگرفت. اگر این پنالتو میگرفت ورق بازی برمیگشت. جون آقای مددی، توی رسانه ها داشتیم که تیم شما صغر سنی داره، خیلی از بازیکناتون هم شناسنامه جعلی دارن، البته از قیافه شون هم معلومه که سنشون بالاست. نه ایزم، گوش کن به من. ما سهمیه داشتیم، سه تا بازیکن رو از تیم امید آوردیم تو تیم بزرگسال، بعد اینا تست فنی شدن آوردیم تو تیم بزرگسال. همه جوون، همه پر انرژی. شما نگاه به موهاشو میکنی سفیده، میگی سنشون بالا. بازیکن ما ویتامین ب بدنش کمه، موهاش سفید میشه. بعضی بازیکن ها هایلایت میکنن، شما میگی سنش بالاست. عزیزم، بچه های من خسته میشن، زحمت میکشن، روزی دو سه وعده تمرین میکنن، زحمت میکشن. ما تو بازیکن هامون کسایی هستن روزی 4-5 وعده زحمت بکشن. جون آقای مددی، شما وسط بازی میخواستین تیمو بکشین بیرون واقعا؟ نه قربونت برم. شما ببین، شما میای اینجا دقت بکن، اگه خبرنگاری واقعا، بازیکن سفارش غذا داده داره میره بیرون، من جلوشو گرفتم گفتم نمیتونی بری. فامیل بازیکن اومده کار داشته اومده بره بیرون، من جلوشو گرفتم گفتم نمیتونی بری. سرپرست رو فرستادم غذاشو بگیره، من فقط جلوشونو گرفتم گفتم برگردیم. فهمم گفتم برگرد. جون آقای مددی، شما جلوی بازیکن‌ها چجوری گرفتین؟ من که گرفتن داور گرفتن زیر مشت و لگد لطپار کردن که داور رو. عزیزم ملغته نکن. فیلم بازی از شما، فیلم بازی رو اجازه بده شما فیلم بازی رو مرور کن. داور وسط زمین برگشته با دماغش کوبیده تو پیشونی بازیکن من، چیکارش کنم؟ آقای مددی، اجازه بده داور شما انداختن زمین بازیکنای شما پخش چمن میگم شما نمیذارید داور بازی. فیلم بازی از همه میتونم ببینم. آقا من خود بازی اجازه رو دیدم. اجازه بده بازیکن من بعد ازش تقدیر بشه. بازیکن من دیده داور خسته است، رفت با زانو گذاشت رو پای داور، داوری که میشینه استراحت بکنه. آقا بازیکن نشست رو سینه داور، گلوی داور گرفت. حرف بیخود، حرفا بیخود. شو فیلم بازی رو شما مرور کن. داور وسط زمین قضا پریده تو گلوش، بازیکن هفته زده تو کمرش بپره بیرون، قضاش داور داشت پرپر میشد بازیکن. آقا یعنی چی؟ آقا ریختن دور داور. من جواب شما رو نمیدم. فیلم باز اجازه بده جواب شما رو، فیلم بازی از شما رو. ما خود بازی رو دیدیم آقای مدید. جونم خب خود بازی رو دیدی چی؟ آقا داور دقیقه 90 بازی فوت کرده. چی رو توجیه میکنی شما؟ عزیزم چرا شلوغش میکنی؟ میگم دو تا دست بازیکن پایین بود. باز میگه شما فیلم بازی رو مرور کن. من نمیفهمم آقا فیلم چی؟ اجازه بده آقا من به شما دارم میگم. اجازه بده داور معلوم نیست قبل بازی چی خورده، دو ساعت اوق میزنه وسط چمن، بعد میگن بازیکن من با مش کوبیده تو شکمش. داورم فوت کرده، هر گل که بیشتر صفا میداد به با روز گلچین روزگار امانش نمیداد. شما حرف میزنه به خوده جون. Thank you.
که بیشور ساعت یک نصف شب صدای موزیکشو ببین. رعایت نمی کنن. سلام عرض کنم جناب قدیمی، حال شما چطوره؟ چه سلامی؟ کلک آقا زشت نیست؟ جان؟ جانو کوف زشت نیست؟ بله خیلی زشت شد، من باید با کیک شیرینی چیزی میرسم در به منزل شما عذرخواهی میکنم، میارم علاقه. آقا جان کیک به چه درد من میخوره؟ ما از دست شما آروم و قرار نداریم، یک نصف شبه. این از این شب جمعتون، اونم از شب جمعه قبلتونم دیدی. آقا من میخوام بخوابم. خب دیگه شما در جریان هیچی نیستید، تولد مادره، ما گفتیم یه مقدار سنگ تمام بذاریم روحیه شو. تولد مادرتون مبارک باشه آقا جان. ولی به جان شما من جمعه ها میرم سر کار، الان سردرد گرفتم نمیتونم بخوابم، این صحیحه؟ بله من متوجه هستم، ولی شما متاسفانه از زندگی خصوصی ما خیلی اطلاع ندارید. این اولین سالیه که ما پدر رو از دست دادیم و پدر در تولد مادر نیستن، به خاطر همین گفتیم یه مقدار شلوغ کنیم فضا رو، حال مادر بهتر بشه. خدا بیامرز پدرتون، من در جریان نبودم. خیلی کار نیکویی میکنید که به مادر میپردازید شما. البته ببینید من اومدم اینجا یک چیزی رو خدمتتون بگم، این که اولا تولد مادر رو تبریک بگم، بعدم یه چیزی بگم. جانم خدا به مادر عمر طولانی بده. زنده باشید. عرض میکنم خیلی شما در جریان زندگی شخصی بنده نیستید، با این که همسایه هستیم کسی از هم خبر را ببینید. ما متاسفانه تو دو ماه گذشته برادرم هم طی یه تصادفی از دست رفت، به خاطر همین گفتیم یه مقدار دور مادر شلوغ بشه. شما برادرتون هم از دست دادید؟ آخ مادر چه غمی میکشه. آقا شلوغ کنین، صدای موزیکو ببر بالا، راحت باشین، واقعا جون من رعایت ما رو هم نکنید. البته این یک ماه بیشتر طول نمیکشه. چطور؟ چون متاسفانه مادر یه بیماری لاعلاجی دارن، دکترا به ما گفتن یک ماه دیگه بیشتر زنده نیستن. یعنی مادر یک ماه دیگه در قید حیات نیست؟ برای همین گفتیم یه مقدار صدای موزیکو ببریم بالا، شاید یکی دو روزی بیشتر دووم بیاره. یعنی من همسایه شما هستم یا نیستم؟ اختیار دارید، شما که عزیز ما هستید. من نباید در جریان این شرایط شما قرار بگیرم. خواهش میکنم. یعنی شما ما رو قریبه میدونی؟ اگه بشه تو اون موقع بشه خیلی تحصیلاتتون چیه؟ من کوچیک شما مهندس شیمی هست. آفرین دارم میگم. داور معلوم نیست قبل بازی چی خورده، دو ساعت اوق میزنه وسط چمن، بعد میگن بازیکن من با مش کوبیده تو شکمش. داورم فوت کرده، هر گل که بیشتر صفا میدهد به باق روز گلچین روزگار امانش نمیدن. شما حرف میزنه به خوده جون. مأمور مخفی ام، پلیس مخفی ام، الان با این حرکت شما مجبورم از مخفی در بیام. بچه خیلی خوبه که تو شد حفظ میشه، اینه که کسافتی میدازن خودشون گرمی نشه دیگه. اونا نیست مستنه هست؟ یه بخش میشه که این دیگه شروع میکنه نوشتن همینجوری تو یه تک میگه حکم هم داره پفک میدن مردم برن از لایه اون نه تو هم توی تو اینا کات میشه. من اذیت شدم در رفتم دیگه، اذیت شدم از دست چوری بزنم میومد دیگه من میخوردم، من اذیت شدم اومدم نشستم خوش برم جام سرما.
یه ذره از این ورتر بیا. نه 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 این تو تا این دوتا بیشور نمیتونستن دماشون رو ببرن یه جای دیگه باز مرگول آن چطور بزن اومد درمان باز مرگول برشت با برشتر بشه چرکیسی بیایی من چه سرم بریم چشاشو بریم سر تیز تصویران رو بریم فاطمه گل بر چشمی افتاده آقا یکی بگه فاطمه گل جوونه اون دوتا هم عاشقشن خب بعد الان فاطمه گل بر چشمی افتاده کریم با کی در با کریم من نمیدونم که بچهش افتاده یا نه اینو نمیدونم واقعا ولی میدونم که فاطمه گل داره با کریم ازدواج میکنه مصطفی رقیبشه آها ببین ولی بچهش فاطمه گل افتاده است چون من میگم الان فاطمه گل حالش چطوره بچه فاطمه گل افتاده آره فاطمه گل خروجت گیر داده بلش کن نمیخوام بری سر کار هستم نه تو مهمونی دیشب که سپاس داره هر خواب زده آره بابا نمیریم که با که این اصلا نمیریم رئیس ادارتون هست که زده اصلا نمیخوام دیگه بری سر کار نه مهمونی دیشب کسی حرف بزن نمیریم دیگه با تو اونو نمیریم نه بریزم بریزم مامانه مامانه بابات بابام بابا خواستم بابا یعنی دعواتون شد جلو فاطمه گل من جسته جو بچه ها تو شاید رو ببندید بله نشسته بودم داشتم ژاپنی میشکستم مامان اومد رو پرو یه چیزی بشو همین دیگه اومدم خدمت شما که یه چیزی بشو به نام خدا خواننده خب خوبه دیگه معروف میشم بعد همه با انگوش نشونم میدم صدای شیک و مجلسی دارم باهاش میرم بگیرمی به صدای محزونم دارم که با اون با خانوما صحبت نه من میکنم ماشین میکنم بعضی شما نباشه تو همه هم نه متاسفانه من افتخار آشنایی با ایشون رو ندارم تو باش خب ولشون داری خب بلند هم بلند چهار ست هم میگرد یه مثل پیر منه یه سرم یه جا بلند هم بیا
خوب باشه که کار نداره دانشگاه نرفته دیگه ها؟ ما؟ تا حالا همچین تیپی تو زندگیم نهیدم لیول صداش بالاست یه تلیم ما پدر پسر من هیچ نداره چی نداره؟ به هیچ کاری هم علاقه نداره هیچ جا هم نرفته تا حالا دنبال هیچی هم نیست تو یه ردیف با فلان خب اول سلام علیکم خوش آمدین و خیلی فلان فلان این حرف رو بر بریم آماده بریم صدا بفرم دوربی مطمئن معلوم هست بریم و بزنم نه از زنش جدا شده از زنش جدا شده رویش خراب افزاده اینجا یه ذره برگرد اینجا همینجا بالاتر برو برو بالاتر برو بالا برو برو خیلی برو اینجا برو سپن مونیتور رو یه ذره بچرخ بودش این سرم آره آره بازم زشتی صدای موزیکو بگو کم کنم آقا بیز این موزیکو یه مقدار کم میکنی آقا جو من نمیشنم چیم جانم بگم زشتی سی چه وضعی چه جان ما خواب نداریم جان و مرز بیشور میگم زشتی سی چه وضعی چه آقا جان جان و مرز این چه وضع موزیک گوش کردنه؟ آقا من خیلی ما خواب نداریم. بله بله خیلی زشت شد. عذرخواهی میکنم من باید خودم با کیک شیرینی چیزی میرسیدم در به منزل شما عذرخواهی میکنم. کیک به درد من نمیخوره آقا جون. فقط نمیخوام این شکلی باشه که من خودم رو تحمیل کنم. میخوام که اون خودش بین تمام دخترای فرانسوی و امریکایی و اینها من رو انتخاب کنه. میدونید میخوام بگم که دختر ایرانی میتونه پیشرفت کنه. خب یه ذره سخته چون پیتبول همه جا طرفدار داره. داشته باشه. میگم شما از تعداد بادیگارداش خبر دارین؟ اینو گفتی. راست میگی. خبرنگار عکاس. آها. مرسی ببخش.